بلد. فوق العاده کریم در واقع پروردگار عالم و از بندگانش دفع مصائب و بلا و امراض میکنه که نه در این همه این ویژگی ها در صریحا در دعای کمیل حضرت امیر اینجا وجود داره بله یک از چیز نکاتی که در واقع اینجا اشاره میکنه حضرت همون لطف پروردگار عالمه بله وقتی حضرت میفرماید یا سریع الرضا اون خداوند تبارک و, و تعالی به اقتضای لطفش از بندگان گناهکارش راضی می شود یا از بنده ای که آره کوچکترین عملی را می خواهد عرضه کنه به محضر پروردگار عالم بینان یک بنده خدا زود می پذیره. زود راضی می شود بله. ما دقت کنیم هر چی که آیات در رابطه با غفران زنوبه نعمت های پروردگار عالم بخشش پروردگار عالم در قرآن اینا همه حاکی از لطفه آیات که در رابطه با توبه آمدن خداوند تواب و رحیم اینا همه حاکی از لطف و عنایت و رحمت پروردگار عالمه و الا خداوند کریم به ما به عبادت ما احتیاج نداره به. میگه اگر همه عالمم هم گناه بکند هیچ ضرری به خداوند نمی همونطور که ما در دعای در دعاهای مختلف در مناجات شعبانیه در اون دعایی که بعد از نماز حضرت امیر داریم در دعای در دعاهای صحیفه سجاده آقای امام سجاد صلوات الله علیه داریم یعنی که و در نهج البلاغه امیر المؤمنین در خطبه 193 خطبه متقین همه به این حقیقت و این مطلب تصریح می کند که هر چه گناه کنه مردم هیچ ضرری به خدا نمی رسه از گناه ولی ضررش به خود ما برمیگرد توبه هم که از نفرش به خود ما برمیگرده چون خدا دارده. احتیاج به این توبه های ما به عبادت ما به بندگی ما ندارد اینا برای کماله برای رشد و تکامل خود ماست برای اینه که ما لیاقت و شایستگی و استعداد پیدا کنیم مثلا یک مثال حالا شاید خیلی مثال یا رسانه نباشه عرض کنم اگر بچه نوجوانی حالا خطا میکنه اشتباه میکنه با اینکه پدر نه به مالی احتیاج داره نه به کارش احتیاج داره نه به درسش احتیاج داره برای خودش انجام میده میبینیم به خاطر که محبت پدری که برای این پدر نسبت به اولاد وجود داره و هست اگر این بچه کار خطایی کنه پدرش نگران میشه اگر به این بچه کار اشتباهی رو مرتکب شود عادتی بدی پیدا کنه معتاد شود مثلا خیلی مشکلی براش پیش بیایه پدرش به اقتضای اون محبت پدری که در وجودش وجود داره نسبت به این فرزند نگران میشه ناراحت میشه اما وقتی که این بچه کار خوب انجام بده از خطایش برگرده متوجه شوه از نظر علمی از نظر مثلا کمال به هر حال یک نقطه مثبتی در وجودش پیدا شوه در زندگیش ببینه پدر خوشحال میشه و اینکه جو هم نداره به این فرزند این اقتضای محبتی بین پدر مادر و اولاده این محبت پدر مادر نسبت به اولاد در مقابل محبت پروردگار عالم به بندگانش قطره در مقابل دریا هم نیست اینکه پروردگار عالم جل و عظم خوشحال میشه از عبادت بندگانش خوشحال میشه از بندگی کردن خوشحال میشه از توبه و بازگشت و ناراحت میشه از گناه و معصیت به مقتضای لطفشه که بنده اش را دوست داره مشتاق اینه که این بندش به کمال برسه مشتاق اینه که این بندش از گناه برگرده مشتاق اینه که این بنده مسیر تکامل رو پیدا کند ولی زاست که تا بخواهد برگردد خدا خب مده برابر به تو ثواب میده تو یک کاری خوب انجام بدی ما ده برابر به تو پاداش میدم برای تشویق بندش هست برای که خدا من محبتش را رحمتش را لطفش را عملا به بندش به نمایش بگذاره